پنجشنبه روزتان بخیر. مجله صبحگاهی است. من مریم خراسانی هستم. سپاسگزارتان هستم که برای دیدن این برنامه را انتخاب کردید. بیننده است. امروز بحث ما در رابطه با این موضوع است که ایجاد موانع در برخی نقاط پایتخت واکنش‌های گوناگونی را به همراه داشته و اکثر شهروندان کابل شکایت داشتند که با ایجاد این موانع با چالش روبرو شدند. امروز این فرصت به شما ایجاد شده. شما مگر شکایت و یا دیدگاهی در این مورد دارین؟ امروز فرصت خوبی است، میتونین زنگ بزنین. جناب نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله اینجا هستن و مستقیما به شما پاسخ و شماره‌ای که شما را به گونه زنده به برنامه وصل میکنه 0791-6654-655. در صورتی که تماستون برقرار نمیشه و یا روی موارد قطع میشه، میتونین به سری به فیسبوک ما بزنین، به فارسی مجله صبح نوشته، اونجا پای پست مرتبط به همین موضوع دیدگاهایتان با ما شریک بسازین. از طریق 654 کلید 4 به تعقیبش 5 فشار بدین، بعد از صدای دیدگاهتان با ما شریک بسازین. آخرین گزینه پیامخانه درش برای شما باز است. اگر دوست داشتین پیام بگذارین، دیدگاه ها و پیام های شما در برنامه جا داده میشه. چون آغاز برنامه است، میخوایم از تمام بیننده ما که میخوان مستقیم در برنامه با تماس شون خواهش داشته باشیم که زمانی با تماس میشین لطفاً صدای تلویزیونتون پایین کنین و یا فاصله بگیرین تا ما صدای شما در برنامه درست داشته باشیم. اینطوری مهمان برنامه هم دیدگاه های شما را میگیرن و به شما پاسخ میدن. در ادامه برنامه خواهش میکنم با ما باشین و برنامه را دنبال کنین. جناب دانش خوش آمدین، که ممنون که دعوت ما را پذیرفتین. سو تشکر. سلام. در رابطه با این موانعی که به تازگی ایجاد شده و اکثر واکنش های گوناگون را به همراه داشته، با باور شما آیا این موانع ایجاد شده تاثیر مثبت بالای امنیت کابل میتونه باشه یا خیر؟ میخوایم در نخست کوتاه در موردی که چگونه این موانع ایجاد شده و چرا در سطح کابل یک کمیته ایجاد شده برای تامین امنیت و برداشتن بعضی موانع ها در شهر کابل، که شما خبر دارید که یک تعداد از سنگ ها موانع های کنکریتی اینا را برداشتی کمیته. در اصل کمیته به شهرداری کابل است و یکی از اعضایش پلیس کابل است. در کل تیم امنیتی کابل که شامل پلیس کابل است، ریاست امنیت ملی کابل است، فرقه 111 است، اینا مشترک یک کمیته را ساختن، در رأسش شهرداری کابل است. اینا برای بهبود وضعیت شهر کابل کار میکنن، که یکی از اون طرح‌ها به خاطر جلوگیری از داخل شدن واسطه های با تناژ بلند، واسطه هایی که با ارتفاعات کلان است، اینا را جلوگیری بکنن، اینا به نصب بعضی دروازه ها و موانع ها در شهر کابل اقدام کردند، که طبعا سر صداها ایران در سایت های اجتماعی و صفحات اجتماعی داشت. هر حرکت یک کمی و کوتاهی و کاستی می داشته باشه، ما منتظر میمونیم که نکات مثبت از ایران ببینیم. طبعا او ساحاتی که این نواقص داره و این واسطه ها را مثلا بخصوص یک تعداد واسطه ها را که ممانعت ایجاد کرده و نیاز از داخلش ساحات ثبت شوه، حتما بر اصلاحش اقدام میشه. این کار آغاز است، قدر سخت نگیرین، میشه که باز ما در صدد اصلاحش براییم و این مشکلات حل کنیم. یعنی هنوز مشکلات داره این کاری که شما اقدام کردید؟ دقیقاً، ما آنچه را که برداشت کردیم، مشکل هم در تیم تکنیکی که در بازه ها را ساختم وجود داره، هم در بخش کسایی که این واسطه ها را دارن. به گونه مثال ما استاندارد قبول کردیم واسطه های کاستره، که اینا میتونن به سادگی از این دروازه ها عبور کنن، اما یک تعداد واسطه های کاستر داخل شده میتونه، یک تعداد نمیتونه. به این معناست که واسطه ها را ما شما، چون هر چیزی که در افغانستان میه، یک چیزی که ما خودمون مورد دست نزنیم تو نمیمونیم. مثلا کمانی هایش دول میکنیم، برای جنگله میزنیم، ارتفاعش بالا میکنیم. به اساس وقتی که شما استاندارد در نظر بگیرید، این واسطه ها مشکل پیدا میکنن. با او هم ما گفتیم همین کار افغانیش هم میکنیم، بعضی استاندارد ها از بین میبریم، اگر شهرداری قبول بکنه بعضی دروازه ها کمی ارتفاعش بالا شوه و ما مشکلاتی را که دارو برطرف شد. ممنون. شما در این مورد بیشتر حرف میزنیم. مصطفی روی خط است. مصطفی سلام، بفرما. تماس مصطفی عزیز قطع شد. بینده از شما مگر دوست دارین در برنامه اشتراک کنین، لطفا زمانی که در تماس میشین سر تلویزیون تانا پایین کنین و یا فاصله بگیرین از تلویزیون تا ما شما رو در برنامه داشته باشیم و این تئوری دیدگاهی دانا میتونین در برنامه با مهمان برنامه شریک بسازین. فعلا محمد امان روی خط است. محمد امان بفرمایید. سلام از شهرنو کابل. این آقاین داخل دروازه را که جور کنن، اینا بر امنیت خود جور کنن. سلام علیکم، بخیر هستین. سلام خدمت آقای دانش و گرداننده محترم تلویزیون یک. ممنون. به رادیو این دروازه داخل شهر کابل که اینا تأسیس کردن، آیا همی حرور مرور اتفاقیه و امبولانس این مد نظر گرفتن نگرفتن؟ و در ضمن دیگه
که اینا فقط امنیت خود هم میخواین بگیرن، امنیت مردم هم نمیخواین بگیرن، اینا فقط میخواین که همون چارگرد قصر هر ریاست جمهوری رو یارن بند کنن، خیر خلاص. اگر امنیت مردم هم میگیرن یا دزه خیز رسایی کنن، آدزه حوزه زی رسایی کنن، آدزه چاره زنبق رسایی کنن، هزینه هم ما میخواستیم بپرسن. ممنون شما، ممنون که در برنامه اشتراک کردین. جناب دانش داریم رو در پی خودشان هم میداشته باشن. بفرمایید. ای دوست ما گفت که امنیت خودم میگیرن در امسایی که این دروازه ها نصب شده، کل شهروندای افغانستان زندگی میکنن، بیشترین مردم افغانستان در امسایی سبز و به خصوص حالات دیپلماتیک است، دفاتر دیپلماتیک است و اکثر دفاتر مهم حکومتی هم است. این ما هدف ما تنها خود ما نیستیم، اگر این ما هدف اول هستیم پیش دشمن. ما اگر امنیت خود بگیریم آزاد نمیم در کوچه و بازار و شهرگشت رو گذار نمی کنیم. طبعا برای ما اولویت امنیت مردم افغانستان داره. بحث دوم که گفت که اتفایا و امبولانس این چیزا را در نظر گرفتین، دقیقاً تمامی دروازه ها اینه طوری ساخته شده که بعضی ها امکان باز شدنش نیست، بعضی ها امکانش هست که باز شود. سه دروازه به صورت مشخص در این ساحه در نظر گرفته شده که در صورت نیاز میشه اینا حرکت بکنه. اینا متحرک هستن که واسطه هایی که با توناژ بلند است، واسطه های کلان هستن و واسطه هایی که از سایر دروازه داخل شده نمیتونن، از این میتونن داخل شون. بحث اطفایه را ما یک یونت اطفایه را در این داخلی ساحه در نظر گرفتیم که هر گودری ساحه ضرورت میشه امی استفاده شود، ضرور نباشه که از بیرون داخل شود. طبعا امنیت اینه تمام کاری که صورت میگیره هدف از این است که ما چطور بتانیم یک ساحه را مسئول بسازیم بر شهروندای ما. و دلیلی هم که بیشتر تمرکز ما در این ساحه است، دشمن تمرکزش از اریجه که به هر گونه‌ای که میشه در این ساحه دست به حمله بزنه، مردم آسیب بزنه، مردم نارام بسازه. به اساس ما از تمام گزینه ها استفاده میکنیم که هر کدامش که کارگر واقعی شوه و نتیجه بده او رو استفاده میکنیم تا اینکه مردم آرام باشه. ممنون شما که در این مورد طرف خودتان داشتین. بیننده ما از کندوز روی خط است، سید ظفر عزیز. جناب سید ظفر بفرمایید. سید ظفر تماست برقرار از برادر، مگر حرفی به گفتن داری بفرما. سلامت و موفق باشید. من حقیق سید ظفر آقای سربلند هستم، نماینده مردم تشیع ولایت قندوز. خیلی خوب بفرمایید. سلامت و موفق باشید. من حقیق از آقای دانش صاحب یک سوال داشتم که چرا همین اوضای قندوز هر روز بدتر می شود و صدای یک تعداد از وکلای خوبی قندوز را همین صدای مردم قندوز را میکشاند، ولی هیچ گاهی توجه بزرگان حکومت وحدت ملی راجع به ناآرامی قندوز مثبت واقع نمیشود. حالا کلا ما مردم دچار یک دلهوره و اضطراب و ترس نهایتا زیادی هستیم، نمیدانیم که ما چیکار بکنیم. از این ولایت ما همه فرار بکنیم، چی بکنیم نمیدونم. خب شما باور بکنید که این سال سیوم است که همه مردم در یک اوضاع نابهنگام و نابهنجار و یک اوضاع خیلی خراب به خدا خود قرار داریم. همین آقای دانش خیلی آقای بزرگواری هست، راجع به دانش و لیاقت استعداد ما قبول داریم، اما نمیدونم که اینا یک سخنگوی با قوت و با صلاحیت هست یا نیه. ممنون شما، ممنون که در برنامه و تماس شدین. جناب دانش حرفای خودشان در این مورد میداشته باشن، گرچه پرسشتان در رابطه با موضوع برنامه نبود، بازم حرفای دانش در این مورد میداشت. خیر رسی از صلاحیت های من پرسان کرد. بفرمایید. من در سطح سخنگو هستم، اینه اونچه که وظیفه حکم میکنه باید پیام حکومت نیروهای امنیتی افغانستان و از مردم و مسئولین برسانم و جریان عملیات ها از آنچه که ما داریم او را آگاهی دهی بکنم. واسه تو صلاحیت اجرایی ندارم که یک ذره قوا را بگویم از اینجا برای اینده اینجا داخل شدیم، اما پیامشان هم میرسانم. بحث کندوز، بله، دشمن تمرکزش در یواخر به شمال افغانستان بوده و یکی از او ولایات کندوز بوده. کندوز آسیب پذیری های خود داره، یه هموطن ما بیشتر میفهمن، اما بافتای قومی مشکلاتی که در کندوز وجود داره، همچنان تمرکز دشمن بیشتر به کندوز است. کندوز یک نقطه استراتژیک است، هرگاه کندوز سقوط کنه در اختیار دشمن قرار بگیره تا بند 3-4 ولایت دیگه به آن واحد آسیب پذیر میشه و سقوط میکنه. و همچنان یک
شما اگه بیادتان باشد تا در زمانی که طالبا بر آخرین بار از افغانستان پایگاهشان سقوط میکرد و شکست میخورد، اینا کلش منسجم شدن به کندوز و از امی کندوز برآمدن. این به او اساس تمرکز دشمن بیشتر به کندوز است. اما خوشبختی دیگه است که خب تلاش خود دشمن کرد چندین بار مانورها و حرکت‌های بسیار کلان و وسیع رو اندازی کرد، اما در این سال ما تانستیم اینا را بیشترین ضربه را بزنیم. تلفات فوق‌العاده دارن، حال توان و حرکت و بایی که بتانند کدام ولسوالی و یایی که ولایت در اختیار بگیرن ندارن. باز از این جبهه رو آوردن به بغلان، بیشتر حال تمرکزشان به بغلان است. روز گذشته در بغلان هم پیشرفت‌های بسیار خوب داشتیم. شما شاهد هستین که در اوج خط بسیار مدافعی قویه که دشمن داشت شکست خورد و قسمت هایی از ملا غلام، تاجک ها، قریش و ساحات بسیار که تا از گذشته ها در اختیار دشمن بود پاکسازی شد. خوشبختانه در کوهستان فاریاب هم دشمن تلفات فوق العاده داد و او ساحه را ما تصفیه کردیم. امروز قرار است در جانی خیل، در پکتیا و در ولایت غور هم عملیات هایی را که پلان گذاری شده روی دست گرفته شده و امروز اجرا شده. مشکلات در این وطن وجود داره، ما نمیتونیم کم چیزی بگیم که فوق العاده خوب است. خب همه مردم افغانستانی مشکلات ما رو درک میکنن. ممنون شما که در این مورد وضاحت دادین. گل ربی روی خط است. جناب گل ربی سلام. سلام علیکم، سلامت باشین، بفرمایید. زنده باشین. ما یک مشکل داشتیم در باره اینمی دمیچاری عبدالله که اینمی پایا رشانده و دمیروی سرک و این نقاط شهر اینمی مختلف ساعات هست که مثلا ما اینمی راننده بسیار مشکلات ها داریم که مثلا مولرهای خود میاریم اینمی پایا مزایمت ما را میکنند و خلوبور کردن هم میتانیم دیگه اینمی باره اینمی یک معلومات میتانیم. شما موتر بزرگ دارین ها؟ بله، موتر بزرگ کلان داریم و منطقه نمی یکی یک مثال میتون اینیم دینیمی ساعت یک موتر یک دوکان در میگیره این پای که دور میتونه این پای کلان از اونجا تیر شود و داخل اون اونجا آتش گل کنه. مثلا طوری که ما جویان شد و اینیمی شجره اینیمی ساعت شد یک اوتل و اینیمی ساعت در میگیره. مثلا چطور میتونه که یک موتر باید اونمیجا و زیدترین وقت اونمیجا بره؟ ممنون خودت گل ربی عزیز که در برنامه اشتراک کردی و دیدگاه تبا ما شریک ساختی. بیرنده عزیز، شما مگر دوست دارین در بحث امروز ما که ایجاد موانع در برخی نقاط شهر کابل از دیدگاه و پرسش دانه با جناب نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله در میان بگذارین؟ امروز فرصت خوبی است و این فرصت به شما ایجاد شده. شما راهی که شما را به گونه زنده به برنامه وصل میکنه 0791-654-655 نشانی ما در فیسبوک /ون تیوی مورنینگ مگزین لینک فیسبوک ما است و یا هم به فارسی مجله صبح نوشته میتونین اونجا پای پست مرتبط به همین موضوع دیدگاه و پرسش شدن با ما در میان بگذارین. همچنان اگر دوست داشتین میتونین پیام بگذارین. در ادامه برنامه با ما باشین و برنامه را دنبال کنین. جناب دانش، حرفایتون در رابطه با پرسشی که گل ربی از شما داشته. بله، مگه نگران همی اطفایه است که چطور داخل شود؟ ما پیشتر اشاره کردم که ما بعضی موضوعات در نظر گرفتیم، از او جمله ایجاد یک یونت اطفایه را در ساحه مرکزی کابل و همچنان سه دروازه‌ای که متحرک است میتونه هر واسطه داخل شود. تا یه هموطن با ما اگر واسطه کلان دارن در صورتی که نیاز میبینند که داخل ساحه شوند میتونند که از این دروازه داخل شوند. هنوز این دروازه ساخته نشده، قرار است در پل خشتی، در ساحه پل محمود خان و یکی دیگه شما فکر میکنم به طرف غرب کابل است در کدام ساحه است که این دروازه ها متحرک است. پستای کلان که می اما اینجا بازرسی بسیار دقیق میشه، تلاشی بسیار جدی میشه، بعد از اینا را اجازه میتن. این هر حرکتی که صورت میگیره هدفی است که ما چطور بتانیم. ما برنامه این است که برای مردم درد سر جور بکنیم، مشکلات مردم را بیشتر بکنیم، رای حل می سنجیم که چطور میتونیم امنیت از اینا را بهتر بگیریم، چون حیاتشان، زندگیشان و آسایششان در اولویت ماست. شاید یک چند دقیقه اگر دیرتر یک کسی به خانش برسه این مشکل نیست، اما اگر هیچ نرسه این بسیار موضوعی بسیار کلان و خطرناک است که باید در مورد توجه شود. شما دیدین که در می بعضی موارد به اساس نمی کوتاهی ها و غفلت هایی که صورت گرفت ده ها هموطن ما به خاک خون کشانده شدن. لذا ما در یک حالت خوبی نیستیم. اینه باید این اعتراف بکنیم که جنگ است و دشمن هم از تمام گزینه ها برای از بین بردن مردم افغانستان، برای به خاک خون کشاندن مردم افغانستان استفاده میکنه. در گذشته ها خب هدف مشخص بود، نیروهای امنیتی افغانستان بود یا نیروهای خارجی افغانستان بود. اما شما ببینید در هر جای حمله میشه، مثلا حمله که در روزی سه شد یک غیر نظامی هم زخمی نشد،
کلگی افرادمون کی بودن و اگر کارمندای وزارت معادن هم بود اکثرش انجینیرها بودن، کسایی بودن که برای وطن خدمت میکردن کار میکردن و یا اینکه کسایی بودن که در یک رستوران کار میکردن یا محصل بودن در یک دانشگاه خصوصی درس میخوردن. اینا مواردی است که دشمن از تمام گزینه ها استفاده میکنه و در هر جایی هم که دستش برسه یک هدف تعیین میکنه و جمله میکنه. لذا ما باید امو راهکارها و برنامه های را طوری تنظیم بکنیم که بیشتر جلو داخل شدن از اینا در ساحات مزدحم گرفته شود، در ساحات کاسی پذیر است گرفته شود. لذا یک سلسله اقدامات روی دست گرفته شده. اما اگر ما بگوییم این کار ما فوق العاده خوب است، همه گیر قبول میکنن میپسندن، یا درست نیست، شاید مشکلات خود ما هم داشته باشیم، خوب است که از طریق برنامه شما می کمیته هم که در این راستا کار میکنه که شامل شهرولی کابل است، پلیس کابل است، گارنیزون کابل است، امنیت ملی کابل است، اینا هم برای نقایصی را که از طریق تلفن مردم تماس میگیره و اشاره میکنن و توجه داشته باشن. اما امروز بحث میکنیم و صحبت هایی را هم که در اینجا صورت میگیره همگیش یادداشت میکنیم که به کمیته انتقال بدیم که در بعضی موارد اگر مشکلاتی است باید در رفعش اقدام شود. ممنون شما. ما اکثرا به این باور هستن وقتی موتری پر از مواد انتحاری داخل کابل میشه این موانع دیگر نتیجه آنچنانی نداره، پس در یک جای در انتحار میکنه خود. شما در این مورد توی برنامه داره؟ دقیقا ما بر دروازه های کلان کابل هم اسکنرا رو نصب کردیم، حالا کارشان شروع شده. این دروازه ها هم بسیار زیر نظارت جدی ما است. چندین رای دیگه خرد ریزی دیگه هم است که متاسفانه کابل با تعداد از ولایت نام وصل میکنه که او ولایات امنیت خوبی ندارن و دشمن در اوجه فعالیت های تروریستی میکنند. روی ازی هم همو ایجاد پوسته های ثابت و سیار است که پلیس کابل از همو پوسته هایی را که یک سلسله را اگر شما ببینید در داخل شهر جمع کردیم، تمرکز ما با موسکوجه را چطور بتانیم زیر پشت بهتر بگیریم. در پهلویش کار بیشتر نهادهای کشفی و استخباراتی ما تاکید داریم و روی از او تلاش صورت میگیره که اینا هم باید پیش از او که حمله صورت بگیره در شهر کابل، بیش از او که دشمن واسطه را واسطه یا خود انتحاری داخل شهر کابل شده باید جلوش گرفته شود و در روز البته پیش از پیش اقدام شود. شما دیروز دیدین که یک موتور مملو از مواد انفجاری را امنیت ملی گرفت. در هفته گذشته شخصی که قصد یک حمله تروریستی در داخل شهر کابل داشت یک گروه گرفته شد. اینا مواردی است که خب گرچه خبرساز نمیشن، از دستاوردهایی که گرفته میشه و صورت میگیره طبعا اینا رونما کارهای ارگانهای کشفی و استخباراتی و پلیس است که جامعه شما خبرساز نمیشه، اما تلاش میشه. شما برین امیال ده ها تروریست، ده ها افراد که قصدی را داشتن که در داخل شهر عملات تروریستی را بکنن، عملات انتحاری را بکنن، امروز در عقب میله های زندان هستن. کافی نیست، ما نمیگیم که کار میکنیم، اما کوتاهی های خودم قبول میکنیم، مشکلات خودم میپسندیم میپذیریم، اما توقع ما می است که باید مردم هم با ما در کنار ما کمک بکنن و کوشش بکنن. ممنون شما. به اجازه تان تماس نور خدا را پاسخ میگیم. نور خدا سلام. بله سلام علیکم. سلام به شما. صدای تلویزیون تان پایین کنید بفرمایید. شما بخیر. گر شما خوب بخیر. ممنون شما. بفرمایید. می بخشید مورد امامانی شهر کابل ما خرفانس داشته. بفرمایید. از این جنال سفرد بزارت داخله خواهش مانی هسته این کمامانه را که جد سر رای مردم ساخته این موترها که مردم داخل شهر یک مثل بیفری رو کیجا آتش سوزی شده بود چی رقم میره به شما مانه کرد؟ داخل امنیت خود را گفتیم چی رقم میره برنامه ما نمیفهمید؟ سوال دیگر نداری؟ بس بشکر بخیر باشیانی. روزتان خوش. روزتان خوش. ممنون که در برنامه اشتراک کردید. بینده عزیز شما اگر دوست دارین در بحث امروز ما اشتراک کنید که ایجاد موانع در برخی نقاط شهر کابل است، امروز این فرصت به شما ایجاد شده، میتونید دیدگاه ها و پرسش هایتان با جناب نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله در میان بگذارین. شماره هایی که شما را وصل میکنه 0791-66-54-655 نشانی ما در facebook.com/mantvmorning magazine و یا هم به فارسی مجله صبح نوشتم جا پای پست مرتبط به همین موضوع دیدگاه هایتان با ما شریک بسازین. جناب دانش به اجازهتون یک میان برنامه میگیریم، برمیگردیم. در ادامه برنامه با ما باشین.
ادامه برنامه سپاسگزارتان هستم که با ما هستین و برنامه را دنبال میکنین. بحث ما در رابطه با ایجاد موانعی است که در برخی نقاط شهر کابل ایجاد شده است. شما اگر در این مورد پرسش و دیدگاه دارین، امروز این فرصت به شما ایجاد شده، میتونین زنگ زد دیدگاه ها و پرسش هایتان با نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله در میان بگذارین. شماره هایی که شما را به گونه زنده وصل میکنه 0791-654-655 از طریق 654 کلید 4 به تخفیش 5 فشار بدین، بعد از دبی دیدگاهتان را میتونین با ما شریک بسازین. همچنان اگر دوست داشتین پیام خانه در خدمتتان از دیدگاه هایتان از طریق پیام با ما شریک بسازین. فعلا بیننده ما روی خط است، بفرمایید. سعید ایشان عزیز بفرمایید. بله سلام، صبح شما بخیر. صبح شما بخیر، بفرمایید. ما به ارتباط موانعی که در بعض نقاط شهر کابل یک ابتکار است که از طرف وزارت داخله تصمیم گرفته شده و عملی میشه که در قسمت امنیت هم نقش رو رول اساسی داره، که مسئله دیگر مردم هم بسیار به این قسمت امنیت توجه دارن، به خاطر که صبح بعد از 5 تا 6 بجه هیچ کس به شهر دیده نمیشه و شب بعد از 8 بجه هیچ کس را به شهر نمیبینی. خدا میبینی که یک شهر مرده است. علت از این است که امنیت خراب است. موضوع از این است که جناب دانشی آسای سخنگوی وزارت داخله در جریان 15 سال یا 16 سال عیب و نقص وزارت داخله را کتمان کرد، مردم فرید داد. بناهم چیزی که از بعض وقت بگویم موجبا ما زامن نه امنیت جان ما تامین است، نه امنیت مال ما تامین است. به شهر و بازار چیز را میبینی که مردم از انتحاری نمیترسن، از وضع خراب امنیتی نسبت به دفع مردم، نسبت به اجتماعات که میرن. بناهم دانشیار صاحب سخنهای خوبی میست. در جریان 15 سال نقص نواقصه که وزارت داخله را کتمان کرده واقعات را بگویم. من هیچی هم جوان فعلا در کوسی که نشسته مثل کسی هستی که دیپلومات ترین شخص آسیا هستی. تشکر. دیدگاه خود گرفته شد. روزتان خوش برادر عزیز. روزتان خوش. بینده از شما مگر دوست دارین در بحث اشتراک کنیم. امروز بحث ما در رابطه به ایجاد موانعی است که در بحث نقاط شهر کابل ایجاد شده است. اگر در این مورد دیدگاه یا پرسش دارین، شماره هایی که شما را وصل میکنه 0791-654-655. جناب نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله اینجا هستند، مستقیم به شما پاسخ. اما لطفا زمانی که تماس میگیرین تلویزیون تان صدایش پایین کنین و یا فاصله بگیرین، و اینکه زمانی که حرف میزنین عفت کلام مراعات کنین، طوری حرف بزنین که تماستون قطع نشه و به هیچ کس هم توهین نشه. در ادامه برنامه با ما باشین و برنامه را دنبال کنین. جناب دانش، دو تماسی که داشتیم از کارکرد شما رضایت نداشتن و همچنان بیننده ما که نور خدا نامش بود، بازم در رابطه با این موانی باعث میشه که موتر اطفای آمبولانس و عبور کرده نتونن در این مورد حرف بزنن. بحث داخل شدن آمبولانس و اطفای را 2-3 بار از کتاب تکرار میکنیم سرش، که اون موضوع حل شده است، هیچ موانعی وجود نداره. این واسطه ها میتونن داخل شده. 1-2-3 عکس صفحات فیسبوک مردم دیده، یعنی می کلگی خبرساز شده. ای کاش به عوض از اینکه زیاد ما علاقه داریم در فیسبوک و صفحات اجتماعی سر بزنیم، به امنیت افغانستان هم توجه بکنیم. برداشت مردم طور است که عامل ناامنی ما در افغانستان هستیم، نیروهای امنیتی افغانستان، در حالی که قربانی اول این نیروهای امنیتی افغانستان است. شما روزانه میبینید که ده ها جوان این سرزمین که به خاطر دفاع از ما، از خودت، از این شهروند ما که گپ زد که شما درست نمیگین، میرن دونم خط مقدم جبهه که دشمن داخل نشه، داخل شهر کابل نشه، استاد میشه و کشته میشه و جنازهش پشت خانهش میاد. این هم وطن ما اگه قشهامت داره، بیای امی صبح در پلیس که ما در یک جای سوقش کنه، یک هفته برای در یک جای اجرای وظیفه بکنه. یک هفته. ای که از زیر ارکندیشن گپ بزنیم یا در یک جای ششته باشیم قرار قصه کنیم، ای ما را به یک نتیجه نمیرسونه. شما وقتی که واسطه‌های نظامی را در داخل شهر میبینین، شما وقتی که واسطه زرهی را میبینین، شما وقتی که پلیس را میبینین که برطله در جانش هست، شما وقتی که نیروهای امنیتی افغانستان را میبینین که تفنگ دارند، واضح است که در افغانستان جنگ است. و ما در یک جنگ نایلان ناشده، در یک جنگی که تروریستا هنوز هم آسایشگاه آرامگاه هایشان و ساحات مسئول برشان در بیرون از این کشور در نظر گرفته شده و هر روز اینا تشهیز و تمویل میشن، اینا را باید دست کم نگیریم. این مردم به یک تعداد هموطنان ما طوری گفتم صحبت میکنند که ما اینمی جنگ در دادیم و ما اینمی مصیبت در حالی که یک از امی نگفت که اینمی تروریستا دشمن های ما هستند، اینمی تروریستا وحشت میکنند، دهشت میکنند، ما رو میکنند. دشمن افغانستان هستند و باور ما انتظارشان از شما پس، از این پس وقتی که ما نقد بکنیم، کارکرد نیروهای امنیتی افغانستان زیر سوال ببریم، برشان دشنام بدیم، این ما را به نتیجه میرسانه.
برعکس شما دشمن تقویه میکنین، روحیه دشمن تقویه میکنین، هم دشمن ما را میکشه هم او را ما حمایت میکنیم. لحاظ این کار درست نیست. درست است ما کمی داریم، کوتاهی داریم، تلاش میکنیم. اترم نیست که بیادر کلی نیروها برن هر روز گوشت و پلو بخورن، قراخو باشن در خانهشون. دونمو خط مقدم جبهه نمی عسکراس که استاد هستن، بینمیایی که روزانه کشته میشن و اینمی مسئولینشان هستن که کشته میشن. شما در چندین مورد دارین که می قماندان ما روز گذشته قماندان 70 نفری ما کشته شد، تا آخرین قدری خونش دفاع کرد در قندهار آخر کشته شد. لحاظ اترم نیست، اما متاسفانه یک تعداد برداشتشان طوری است که وقتی که ما را میبینن یا مرا نکتایی زدن میبینن یا خود شما را میبینن، یعنی میگه که اینا خوب کلی، اما صدها جوان و قهرمانای کشور میاله در خط مقدم است که هفته هاست به خاطر دفاع از ما و خودت از اینمی شهروند ما که گپ زد در اونجا میره از من جنگ میکنه، تلاش میکنه، کوشش میکنه. ما یک کوتاهی کوتاه برای 5 دقیقه که اگر در روی یک جاده توقف میکنیم، کل گیر ملامت نکنیم که شما کار کردن نمیتونی که ما 1 دقیقه عالی جناب در این دروازه بند مون یا موتر کلان داره داخل شدن نمیتونه. اما ده ها تن اینمی چه کشته شد، اگر این معاونه می بود این موتر واسطه تانکر داخل این ساحه نمیشد، همینجا بالاتر از 100 نفر کشته شد. شاید یک جای دیگه کابل کشته میشد، یک آدم دیگر، یک آدم دیگر یک جای دیگه کابل کشته میشد، چون موتر داخل کابل شده بود. خب اینا رو خو اترم نیست که گفتم که فوق العاده کل چیز باشه. شما ده ها مشکل دامنگیری وطن، یعنی اکثرا به این باور هستن جناب دانش که این دروازه ها نتیجه آنچنانی در قبال نداره. حالا برای ما بگذارن، اما خدای بیردی است ما را بن بیردی گفتن نمیان. شما ببینید که این برنامه را ما آغاز کردیم شروع کنیم، اگر نتیجه خوب داد خوب، اگر نداشت برداشتنش 10 دقیقه است. ما اینا مقدر معانی و سنگ که برداشتیم، خو یک روز یک شاباس ما را نگفت که خدا خیرتون بده اینجا را برداشتی، یک دو دروازه در یک جای نصب شده و او هم گفتیم بارا که کار پلیس نیست، کار وزارت داخله نیست، شاروالی را طرح کرده، برنامه ریزی کرده، ما یکی از اعضای این کمیته هستیم و کلشان پلیس ملامت میکنن که شما این کارو کردید. ممنون شما که در مورد طرف خودتون داشتین. حاجی محمد روی خط است. حاجی صاحب سلام. سلام علیکم. سلام به شما، بفرمایید. جو بخیر، نیما منیا هیچ فایده نداره، حالا که موتر انتخاری داره است. بله صدای شما رو داریم، بفرمایید. تماس آجی صاحب قطع شد. اگر پرسش جدی دارین میتونین سری به فیسبوک ما بزنین، آجی صاحب اونجا دیدگاهتان با ما شریک بسازین، جناب دانش اینجا با شما پاسخ میدن. بنده شما مگر در رابطه با موضوع برنامه ما که ایجاد موانع در برخی نقاط شهر کابل است پرسش و یا دیدگاه دارین، امروز فرصت خوبی است میتونین زنگ زده دیدگاه هایتان با ما و جناب نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله در میان بگذارین. شماره هایی که شما را به گونه زنده به برنامه وصل میکنه 0791654 و 655 نشانی ما در فیسبوک، در صورتی که تماستان قطع میشه میتونین سری به فیسبوک ما بزنین، به فارسی مجله صبح نوشته اونجا پای پست مرتبط به همین موضوع دیدگاه تنها با ما شریک بسازین. همچنان اگر دوست داشتین پیام خانه در خدمتتان است، میتونین دیدگاه هایتان از طریق پیام با ما در میان بگذارین. اما لطفا زمانی که به گونه زنده در برنامه با تماس میشین صدای تلویزیون تان پایین کنین و فاصله بگیرین تا ما دیدگاه ها و حرف های شما رو در برنامه داشته باشیم. اینطوری جناب دانش هم به شما پاسخ میدن. در ادامه برنامه با ما باشین. فعلا بیننده ما روی خط است، بفرمایید. سلام به شما، بفرمایید. تماستان برقرار. از بیننده عزیز بفرمایید. بله سلام علیکم. سلام به شما. بسیار سلام علیکم. سلام به شما، بفرمایید. من حکی از افراد عبدالبار هستم که برای شما تمام میرسیم که اتفاق آقای سخنگوی وزارت داخل های بلدی و برای صدای شما رو درست نداریم، میشه بلندتر حرف بزنیم و یا موقعیتتان رو تغییر بدیم؟ تماس بیننده ما قطع شد. اگر دوست داشتن میتونن سر به فیسبوک ما بزنن، اونجا دیدگاهشان با ما شریک بسازن. بیننده شما اگر دوست دارین در بحث اشتراک کنین، لطفا زمانی که تماس میگیرین موقعیت خوب انتخاب کنین تا ما دیدگاه شما رو در برنامه داشته باشیم. اینطوری مهمان برنامه هم صدای شما رو میداشته باشن و با پرسش های شما پاسخ میدن. شماره که شما رو به گونه زنده وصل میکنه 0791654 و 655 نشانی ما در فیسبوک /fantv morning magazine و یا هم به فارسی مجله صبح نوشته اونجا پای پست مرتبط به همین موضوع میتونین دیدگاهتان با ما شریک بسازین. بیننده موری خط از بفرمایید. خالد عزیز سلام. خالد جان تماست برقرار از بفرما. ممنون شما، بفرمایید. من دیگه در مقتضی سر کردم خاطر که حالا
بله سلام داریم. صدای شما را داریم، بفرمایید. در این وقت سلام گرد بودم به خاطر این آقای درشان سکل افتیار بلایی بسیم دیگه شو خدا اون خونه خالد در صدایت درست نداریم. تماس خالد قطع شد. بیننده عزیز، زمانی که تماس میگیرین لطفا اگر دوست دارین در بحث اشتراک کنین یا دیدگاه ها و پرسش هایتان رو با مهمان برنامه در میان بگذارین، لطفا زمانی که به تماس میشین موقعیت خوب انتخاب کنین و یا از تلویزیونتان فاصله بگیرین که ما صدای شما رو درست داشته باشیم، اینطوری مهمان برنامه صدای شما رو میداشته باشن و در رابطه با پرسشتان حرفای خودشان رو میداشته باشن. در غیر از او تماستان قطع میشه، زمان گذاشته میشه با او بیننده ما که در رابطه با موضوع برنامه پرسش و یا دیدگاهی دارن. شما رو هک شما رو به گونه زنده وصل میکنه 0791-6654-655. نشانی ما در facebook.com/tvmorningmagazine. در صورت که تماستان برقرار نمیشه میتونین اونجا پای پست مرتبط به همین موضوع پرسش هایتان با ما در میان بگذاریم، پرسش های شما در برنامه جا داده میشه. همچنان اگر دوست داشتین پیام خانه در خدمتتون هست میتونین پیام بگذارین. فعلا بینده ما روی خط است، بفرمایید. پرویز عزیز سلام. سلام علیکم جان، خوب هستین؟ بعد شما خوبه؟ ممنون شما پرویز عزیز، بفرمایید. سلامت باشین. ببخشین جان که وقتتون رو میگیرم. البته میتونم که امیلیم مثلا همه نیروهای امنیتی ما در چی هستن، همیشه در خطر هستن، ما این چیزا همه چیز دست میکنیم. ولی من فقط جناب محترم یک سوال داشتم که امی مثلا ما بیش از مچم تیزارشم درست، من نمیخوام که بیش از صد وکلا شاید داشته باشیم، ما امی بیشتر همین موانی هم اینا ایجاد میکنن در شهر کابل. و مثلا شما فکر کنید که خود اینا مثلا صد نفر هستن، فکر کنید که در کشمار صد آنها جمهور هستن، یعنی در جای اینا چی دارن، همین در جای مثلا واسطه میکنن دیگر میکنن، یا اصلا از کجا فکر کنید خود اینا مثلا این بعض چیزهایی را مثلا از موانی ها مگذرانن همراه با مدرهای شیشتی ها، اصلا وکلا مثلا میخواید خدمت کنن به این کشور، اینا چرا باید مثلا هر کدامش سی موتر شیشتی ها داشته باشه همراه با بودیگار دار، این ضرور نیست به یک دوپلیمات کشور چیز کمی در کشور بگرده. ممنون، بفرم. تماس بینندی ما قشت اما دیدگاهشان گرفته شد، حرف جناب دانش هم در این مورد می داشته باشیم. بعد از یک میان برنامه با ما باشیم. ادامه برنامه سپاسگزارتان هستم که تا این دم با ما هستین و برنامه رو دنبال میکنین. آخرین لحظات برنامه است، اما دوست دارم در برنامه اشتراک کنین، دیدگاه ها و پرسش هایتان با جناب نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله در میان بگذاریم. بحث ما امروز در رابطه با ایجاد موانعی است که در برخی نقاط شهر کابل ایجاد شده و اکثرا شهروندان از این بابت نگران هستند و گویا با چالش روبرو شدن در این مورد. امروز دیدگاه های شما را میخوایم داشته باشیم. شما را هک شما را وصل میکنه 0791-6654-655. فعلا بینندگی ما روی خط است، بفرمایید. خیر باشی، سلامت باشی، زنده باشی. ادایت الله صاحب بفرمایی. این همی معانی که از صاحب ایچ فایده نداره در کابل شاو زیارت که ایچی چیز کده، این همی معانی که از ایچ فایده نداره، این همی که از مثلا پولیس که از در کابل امنیت که از اردو که از باید ای تلاشی شوه ای متراکه، چی کلان باشه چی خورد باشه، این همی طور مدر از چک شوا، این همی طور که پولیس در چک پین می باشه، یک پیر این همی را خمشیشتا در چوکی قرار، این همی کلانه شا تینسینگ و دیگه انرژی را می نوشا، دیگه در ایج ورون مرون نمی کنه که این مدر کیر شده، چی آورده در این مدر چی ناورده، باید که هر چک پین در هر پوستا در هر چوک، این همی مدر چی کلان باشه چی خود باشه چک شوا، همیت خیلی رقم نمی آیی پولیس بخاطر ایکی هست، این همی موتر چک شوا، این همی نفر چک شوا، آیا این همی نفر تذکیره داره نداره، این همی در کابل داخل میشه خوب پایتخت است، این همی چند سال شد که بدبختی است، وطن ما شما چی رقم جور میشه، چک پاین نیست،
پوستان نیست انمی کلانه ایم آشما است که از دفتر خواست مردم غریب نیست هزه این رقم خود دولت جور نمیشه باید که سبکی اینمی امنیت پولیس اردو باید که چک پنک مثلا کلان شکیات تذکیره را چی کنه هر نفر چی نظامی باشه خودت با موارد برخوردی میکنه برادرم خودت با موارد برخوردی چشم دید خودت هم میگی بله خیر خودت گفتم با موارد برخوردی چشم دید خودت هم میگی چیز حرفایی را که گفتی چشم دید خودت است بله خیر ما که خودم نمیتور دیگه نمی هر ما شما نمی است که ما گفتیم به افغانستان دیگه امنیت بیاره دیگه رقم خوبرده آورده نباشه به خاطر نمی ماش میگیره بیت المال ماش میتا به خاطر 10000 روپیه 13000 روپیه برش ماش میتا این دولت برش ماش میتا به خاطر وظیفه خود مردانواد اجرا میکنه اگر نمی کنه بیا به سرحدات وظیفه کنه که ما اینجا بیایم خود وظیفه خود انجام بدیم که رقم وظیفه میداره نمی 24 ساعت مثلا 2 ساعت 3 ساعت وظیفه میکنه دیگه خواه میواشه در خانه میبره شخصی کارایش میکنه برادرم با باور خودت ایجاد این موانع میتونه در امنیت شهر کابل موثر واقع شوه؟ نه برادر در اینه که امراض و این دیگه در این چیز ایجاد تماسشان قد شد بیننده عزیز شما مگر دوست دارین در برنامه به تماس شدین به اصلا ما امروز در رابطه با ایجاد موانعی است که در برخی نقاط شهر کابل ایجاد شده و اکثرا شهروندان از این بابت نگران هستند گویا با چالش روبرو شدن شما مگر در این مورد دیدگاه و پرسش دارین میتونین به شماره 0791-3654 و 655 به تماس شوین همچنان اگر دوست داشتین میتونین سری به فیسبوک ما بزنین به فارسی مجله صبح نوشتن جو پای پست مرتبط به همین موضوع دیدگاهتان با ما شریک بسازین در ادامه برنامه با ما باشین و برنامه را دنبال کنین ادامه حرف شما رو میخوایم داشته باشیم در رابطه با دو تماسی که داشتیم یک دوست ما خب پرسان کرده مورد از این که واسطه هایی که روی شهر گشت گذار میکنن و فیلم دارن و یک انتقادش متوجه وکلای محترم شورای ملی هم بود که اینا هم بیشترین ساحات بند کردین و موانعی را ایجاد کردین طبعا ما در بعضی ساحات کابل با همکاری شهرداری یک تعداد موانعی را برداشتیم اما هنوز هم باقی است این تعداد بیشترش هنوز هم روی جاده ها است که باید برداشته شوی یا هم کمک میکنه در مورد دوست دیگه ما که بازرسی شوه تسکری مردم کنترل شوه تلاشی شوه این کارهایی که میگن این دوستا صورت میگیره ما باید شهر کابل یک بار اگر بررسی بکنیم که چه قواسته داری داخل شهر گشت رو گذار میکنن چه تعداد شهروندهای ما در اینجا زندگی میکنن و این شهر چه آسیب پذیریایی را داره بعضی سوالات ما حل میشه ما اگر بخواهیم که در یک ساحه در یک مسیری که به کابل واسطه ها داخل میشه اگر به یک واسطه را برای 5 دقیقه هم چک بکنیم ما بالاتر از مثلا چند هزار واسطه را بیشتر نمیتونیم داخل شهر اجازه بدیم شما میبینید که از دروازه های کابل بالاتر از 400 تا 300 هزار واسطه روزانه داخل شهر کابل میشه شما این را ضرب کنین تقسیم بکنین برای هر واسطه 5 دقیقه 2 دقیقه 3 دقیقه را تقسیم کنین که چقدر وقت بگیره لحاظا ما از امو روش های سنتی که هنوز هم پولیس دار استفاده میکنه تلاشی میکنه کوشش میکنه مردمی که افرادی که مشکوک باشه اینا را اسنادشان پرسان میکنه اما اگر ما بگوییم همه گیره در داخل شهر کابل که داخل میشه حدود کم بیش 1 تا 2 میلیون شهروند داخل کابل میشن روزانه میبراین کل از این بازرسی بدنی بکنیم و تمام این واسطه هایی که داخل شهر کابل میشه هیچ امکان نداره باید ما تمام هر چیزی را که گپ میزنیم روی منطقش گپ بزنیم اینطور هم نیست که بیادر همه چیز ایجا آلمان نیست، ایجا برلین نیست، ایجا در نیویارک نیست، افغانستان است و یک کشوری است که تکه و پارچه است، جنگ زده است، 30 سال است، جنگ است. و اینمی پلیس و اینمی نیروی امنیتی هم خزمی مردم از دگست کدام جای دیگه نامده. کلش نسل جنگ است. لحاظا ما کل فشار و بار ملامتی را باید سر یک نهاد و سر یک بخش نندازیم. ما باید عاقلانه در موردی که گپ میزنیم حداقل دقت داشته باشیم که ما در کجا هستیم چه مشکلات داریم. شما یه عملی انتحاری را درست است که در کابل شد تلفات داره شما در بیرون از کشور شما کشورهایی را دیدین که تمام امکانات داره. پلیس داره و امکانات داره و تجهیزات داره و کل مردم پلیس است در اوجه.
شما ما چندین باری در بحث گفتیم که اگر شما یک روز در کوچهشون برین نابلد باشین امو دقیقه به پلیس هر کس حتی طفلایی که در مکتب است این بحث آموزش داده میشه که شما چطور کسی که ناشناس چطور برین تماس بگیرین به پلیس برخوردتان با این آدم ناشنا چگونه باشه شما اگر یک روز برین در یک نانوایی نان بگیرین اگر یک دانه نان اضافه بگیرین نانوا عاجل به پلیس زنگ میزنه میگه رو سه دانه نان میگرفتن بود چهار دانه گرفته شما خبر دارین لحاظ در افغانستان ده ها مشکل دامنگیر ماست و کل زیر وقتی که بیاریم بار ملامتی را سر نیروهای امنیتی افغانستان و سر کسایی که روزانه قربانی میتن بندازیم روحی از اینا را مشکنانه اینا را انگیزشان از بین میبره اینی میگه که به خاطر ما خودت میره دفاع میکنه و کشته میشه ایره بازگه مایوس نسازیم بعد دوم تشویقش کنیم و ترغیبش کنیم که در دفاع از ما قرار بگیره هم شما در این مورد حرفی خودتان داشتین جناب احمدی از ایجاد موانع خیلی خوشبین بوده کامنت گذاشته و همچنان نادر علی زاده پرسیدن که یک بخش سوالشان مربوط شما نمیشه گفته چرا ادامه موانع برداشته نشد که این مربوط شهرداری میشد در رابطه با رنجرهای پلیس گفته که اکثرا شخصی استفاده صورت میگیرهشون واسطه های پلیس که پیش پلیس است و پلیس از او استفاده میکنه همگیش سریال نمبر داره و هیچ منصوب پلیس حق نداره که تا با یونیفرم شخصی از این واسطه استفاده بکنه متاسفانه در طی چند سال گذشته ما یک تعداد واسطه ها را که تعدادشان از صدها بالا میشه اینا را در اختیار تعدادی از مسئولین حکومت مقامات ارشد حکومتی مثل والیا ولسوالا حتی وکلای شورای ملی و شورای ولایتی را دادیم که اینا به شکل درستش از استفاده نمیکنه وقتی که مردم یک واسطه پلیس میبینه که روی جاده یک تخطی میکنه تیز رفتاری میکنه بیماره دارن میکنه فکر میکنه که واسطه پلیس در حالی که واسطه پلیس همش با سریال نمبرهای مشخص هست این افراد یونیفرم دارن و اینی واسطه ها هم طبعا که وقتی که خلاف رفتاری میکنن کل بار ملامتیش به پلیس برمیگرده که انشالله که ما در جمعوری از یام اقدام کردیم که اینا رو جمع میکنیم ممنون جناب دانش که حاضر شدین و پاسخ بودین روزتان خوش بریم در عزیز سپاسگزار هستم از شما که با ما بودید و برنامه رو دنبال کردید روزتان خوش خدا نگهدار